همشون غریبن. هیچ نگاهی آشنا نیست. چرا همیشه تو قصه باید یکی گم شد و یکی دیگه بود؟ خدایا من کجای این قصه؟ اولش، وسطش، آخرش. سایتی بفرم ایران نمیه؟ برو میایم.
بریم پدر سوختا. من که میدونم همه چیزی سر شما دوتا. اگر نه ماهیه من کسی نیست که مردم را سر کنه. بکنه بابای چیز فهمه. بدی محمد بیا دستانتونه بشون لباستانتونه عوض کنیم. سلام بابا چیزی بردیم که امنت که ما چی شد؟ کدوم هم ندیم؟ من بکن دیدی یادت رن؟ نه چی شده؟ کجایی؟ هم از شما میشه انگوشتر دیدی و بدیم دستان نه، باش بگی. نه، باش بگی. نه، باش بگی. ما یه اون بچه رو برده بیا. دست رو درد نکن آقا. عباس، چند تا نارنج بشی بیا. حسین. بیا تو. چی کار داری میکنی؟ چی کار؟ راتی محمد ماهی کو کلاس اضافه گذاشتن براش الان است که پیدا شه. سلام چه بودی خبر مرگت؟ کلاس تقویتی داشتن سر منو که نمیتونی شیر بدم بدون شهر یه بار دیگه بشت کم از این یه حیاتی ریا کردی میدم بابات سر تو اون چی خواهی؟ قسم خدا بذارم تو دهنت گم شدی پدر سگ چته چرگیز خانم چرا نمیخوابی؟ نمیدونم همش تو دلم یه جوریه نکنم مرز مینی بوس گرفتی ها؟ عوض تو جمع این از اون مرزا نیست که با سنبولتی با گوه با زبون اینا درمون باشه چند روز عوضم بهت کجا سر میکنیم
سر قبل کی میری تو که دستم باشتا بیرم آی باشتا دست سکر کردی من خرم ها را بیرم برو خمچو بسن برگیرم خمچو جنگ زده به بابا توی محل سرکوف زدن حالا بیان بگن دخترتو دیدیم ترک حرف کنی؟ بی شرافت؟ مگه نگفتی خبر مرگم میخوام برم خونه معصومه درس بخونم اصلا خدا منو بکشه خدا منو بکشه انشالله عزیز دخترم میدونی چه آرزوهایی برات داری؟ انشالله سال دیگه که بری دانشگاه همه این فکر را از سرت میفته آدم به سن و سال تو امروز عاشق سفاره سرنگ باشی میچسبی به درس و مشق بشو قربونت برم بابات هم قول داده امتحانات تموم شد همه همون ببره تهران خونه دخترم اون تهران پاشو عزیزم دل پاشو شیطون لعنت کن برو دست بابات ماچ کن بابا غلط کردم برو قربون باشی بیا ماجه میشه دوباره ببینم الهان خون بابا بزرگ جون یه چیزی میگم ارواخا که بی بی جون نه نگه تو غلط کردی میگم ارواخا که بی بی جون زحمت کشیدین تشکر نمیخوریم ببینین چه مزه‌ایه بخور آقا بخور بچم زحمت کشید بخور بفرمایید حالا باشه پیشتون بعدن ازتون میگیرم سردتان نشه بچه را بیاب دیر شد بابا زود بچه
گفتی یه نون میدیم برمیگردیم دیگه، این غیر قنبیلک بازی ها چیه دیگه؟ بابا بزرگ چیه؟ چی میگی؟ آقا رخت خواب پهن کن، ما امشب اینجا میمیم. بابا بزرگ، بابا بزرگ زهر انار به جام دیگه، دیر شد غروب شد. خب شما حرف حسابت چیه؟ آخرش چیه؟ بیاف جلو بابا زور، بیاف جلو میگم، برو جلو. آقا شما پشتی برادری کس کاری چیز ندیدی؟ من هیچ کسی کاری ندارم، همه اگه در جنگ از بین رفتن. یکی امو دارم در اسلام آباد زندگی میکنم، دیگه هیچ کس. ببین این دختر یکیه دونه باباش، ناز پرورده است، درس خونه، قرار نیست کنج خونه بشینه فقط چیز کنه ها، کنه بچه و این حرفو بشینه. بله میدانم. خب اگه میدانی، اگه راست راستی مردشی، من خودم با باباش حرف بزنم، رو حرف منم حرف نمیزنه. این داستان تا به خون و خون کشته نشده بعد قائلش تموم میشه. حالا اگر مردشی چشم. کی میای همین روزا. یا علی بابا بزرگ، شما هم میرفتیم تو دیگه. خود دو ساعت یعنی چی دارن میگن به هم؟ خود دو ساعت، ساعت داره جلو جلو میره، ده دقیقه هم نشده بابا. باشو برو بیرون از خونه من. یا علی باشو برو بیرون از خونه من. مرسی که جالب نمیتونم باقشه روی پاشد اومده خونه من. عباس خیلی خوب عباس، باشه خالص هم جمع کن، باشه برو بده من یه بار دیگه ببینم دوره بر دختر من بری قلم فادو طوری میشکنم که چهار دسته با برگردی افغانستان. همین روزا یه کاری میکنم تلفناتو جمع کنی گم شی بری افغانستان، فهمیدی؟ نیست خوشم نیست خوشم شما کسی تو میکشم میخوای با آسیم چه کردی عباس؟ خجالت کش دیگه، از شما اجازه گرفته. آره شما گفتیم بیا. اخو من گفتم عباس بزرگ ما رو باش، حیا کن، شما عقلت سالمه، حیا کن عباس. بسی تو پدر سچ بیسته تو میبرم، بیسته تو میبرم دور محل میشم، فهمیدی؟ ولی بعدم حق نداری بری بازم میمونی خونه کلفتی میکنی، لیاقتت همینه، فهمیدی؟ حسن ندارم بابا، نه تا بادم اما باشم شک. ببین بابا جون تو خودت ببین، بعدم از من تعریف کن. جو چه یه تهران دانشجو اومده اینجا، خبر مرگش خرج دانشگاه شد در بیر. شاگرد اول بگو، شاگرد اول همه دنیا، آخرش اینه که افغانیه. ای بابا آخا جون، اسم افغانی که میاد چهار ستونه بدنم میلرزه. کم بلا سرمون آوردن. آقا جون برو بهش یه چیزی بگو، از شما حرف شنوی داره، بلکه فکر این پسر از سرش بیفته.
آخه کدوم عاشق گوشش به حرف بده کار بوده که این دومیش باشه. حالا پرده میداره بره مدرسه. جاوا جون کلی سر قربونت برام نکش تنم میخوابی زده به سرش حاوله ها خواب و بیداریم رو گم کردم چشامو که هم میذارم به خیالوم پسره داره ماهیمو میبره یه طوری حرف میزنه انگار سیل اومده زندگی تو برده کاش سیل اومده بود دار و ندارم برده بود چم داره دستم بیرم نکن اینجور با خودت عباس مگه نه اینکه یه روز بالاخره باید بره خونه بخ ها ولی نه اینجوری ما چه میدونم اصلا پسره اقامت درست حسابی داره نداره اومدیم و دست آخر دستشی بل که رفت امون خدا یا اصلا ورش داشت برد افغانستان وسط جنگ و بدبختی خود دختر من تقصیرش چیه که به پای بدبختی او بسوزه یادم نرفته بیبیم خدا بیامرز تا دم آخر فکرش آبادان بود و بارده به خدا راضی تر بود اونجا زیر موشک و بمب و بارون بمونه تا بیان نشینجا غریب و تک و تنها مگه ارون نه شما را بشیم دارم دخترم این مادرم در مرک استاد نه باش سر باید برم تهران اینجا دیگه نمیتونم کار کنم برای یک ترم پول جمع کردم میتونم ثبت نام کنم بابایت ببینه دوباره میرم دانشگاه حتما راضی میشه زندگی افغانی همش در بدریه نگفته بودم مای خانم خب حالا کی برمیگردی نمیدونم یه هفته بیشتر نه اینکه فکر کنی بریم آسان است بذارم برم اما راضی نیستم تو خاری بکشی خب منم باهات میام نه از تو بی‌طاقت ترم مایی هر جا بری پیدات میکنم قرار نیست گم شوم
بده عباس جان. پاشو الان وانت میاد. یه سال جون کندیم برای بار این چهار تا درخت. میگم مرتضی بیاد ببرد شو. کار مرتضی نیست. مرتضی خیلی زرنگ بشه بیاد بار خودش ببره. خب من این دختره رو با این حال چجوری بذارم برم؟ عمه هوری و آقا جون داره اصاب تالا تو گوشش میخونه. از شنبه هم میخواد بره مدرسه. بچه هم زرنگه، درس خونه، خودشو میرسه. یه چیزی بودی گذشت و رفت. برای کسی بد نکردیم که برامون بد بیاد. کاش میباد یه شرطی میذاشت. کاش یه پولی میگره. یه جوری از چش دختره میفته. انشالله خیره. پاشو عباس جان. پاشو قربونه. والدمون اومد. پاشو. پاشو. چرا نشستی دردت بجونم؟ سرد هوا سرما دوزه است و بر تو تب میکنی ها؟ باشو باشو همه جا رو تو بازو کشت. باشو باش برو خونه مای جا. باشو من نمیام. نمیام باشو باشو همینجا بشین من هم پیشه بشین. پس افتادم اینجا افتادم زمین ها الهی قربون دخمنم برم همه یعنی بونم شیم دوتوی با هم دیگه بر میگردیم سر را براش سیمشکه میخرم میریم خونه با هم دیگه میشکنیم تا نزمشم با دیگه باشه بیرم کجا میری؟ ماهی 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 یه بیرم چرا یه برو بس در میری؟ گفتم ببین بذار بابات برگرده بوش کم اینجا دیگر بذار بابات برگرده خودم به یه بهانه ای میارم تهرون. تو رو خدا شر به پا نکن جون مادرت. به علی کار درست نیست. بزن در حساب برده رو. میگم بیا بیرون قطار الان راه میفته. من دیگه نه قرصی دارم نه پولی دارم. اگه بابا بزرگ و طاقت گریه نوه‌هاشون رو نداشته باشن، اگه قطار رو تو ایستگاه‌های کوچیک وای نستن، اون وقت میشه رفت دنبال یه نشونی رو پاکت نامه توی شهر بزرگ. اگه پیدات نکنم، اگه نباشی، همینه با بزرگ.
آقا ببخشید. سلام. حیران عطر اینجا کار میکنه؟ بله، طبقه بالاست. طبقه بالا. برم صداش کنم؟ نه خودم میرم. نه من میرم صداش میکنم. آخه زحمت میشه. ببخشید. ببخشید. تو چه تایی؟ بشین. 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 حالا شما بیان بگیریم بخوابین عمو جون. میگم بی برو بهش بگو بیاد. آخه روش نمیشه که به شما بگه. منم به جون بچه هم از سر شب تا حالا همینجور دارم باش حرف میزنم، اما هیچجوری حرف تو گوشش نمیره که. چه میدونم میگه میخوام بمونم، نمیتونم برگردم. این حرفو چی؟ این میگه؟ خب حالا دیگه غلط میکنه. بیداد بیداد. ای وای عمو جون، تو چی میخوای از جون من؟ اصلا را بیا، همین الان حرکت بکنی. باش عمو جون، آخه با تو هم با تو هم یه الف بچه خیال میکنی منو میتونی به بازی بدی؟ من آخه بگو من به کدوم سازتو نرخصیدم؟ من الان میرم باشه هم میزرم، الان میرم باشه هم میزرم. ببین بگو آخه من پیر مرد چرا اینقدر میچزونی؟ عباس عباس شیطون رفته تو جلده؟ نگو از خر شیطون بیا پایین. تو باباشی، بلند شو یه فکر بکن من چی کارم. تو بیا بالا سرش یه فکر بکن، یه گلدونی بخری بخند. من که دیگه به خدا عقلم جایی قد نمیگو. من هر کاری هم کردم تا حالا غلط کردم، به من دیگه من بود. آخه من که نمیتونم تنهایی توی شهر غریب تک و تنها این بچه رو ول کنم برای خودش که چی؟ تک و تنها. داد نزن، حرف بزن. الو عباس، الو عباس، ماشین بگیر. بودو باری کلا جونم، جونم 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 جونم. بالاخره کارو خودتو کرد بابا. پسر عاقل تر از این نبود که بخواد اینجوری شروع کنه. تو خواست، تو خواستی. الان زن باش و تا تش کنارش باش. میخوام یه جوری زندگی کنی که همه عالم بشه کم بیار. تو خدا عمو جان، حالا که شده خون به جگر این بچه نکنیم. پاشیم بیایم بریم تو. من غلط بکنم خون به بچه بکنم شب عروسیش؟ من همه فکر و ذکرم پیش عباسه. خدا میدونه چه حالی داره. بابا
باید بمیره عباس. اب نداره قربونتون برم. صلوات بفرستین. حالا که اجازه دارم. چشم. شما بفرمایید. بعد جلو کسا کارا. چشم. شما بفرمایید من خودم. باش. قربون. یواش. بفهم بسم الله الرحمن الرحیم. قال الله تعالی فی کتابه چی چی رو خوبه مادر آخه این چه قیافیه این کار نه انگار در روز عروسه چرا شوهر بدبخته خیلی درد داره بابا تو هم دیگه عزیزاییدن که دیگه بدتر نیست منم دستم سبکه انشالله که به حق قسمت فاطمه زهرا مادر جون من خوشبخت بشه دیشب هم یک ساعتی من با مادر طرف می‌زدم چی گفت هیچ بابام چطور خوب بود دیگه بابا بیچاره پدر مادرن دیگه خوشبختی بچه‌شون رو میخوان همینقدر که بدونن تو راحتی مشکل نداری اونام یواش یواش آروم میشن دیگه براشون یک ساعتی از آه ایران گفتم گفتم بابا همه افغانیا که مثل هم دیگه نیستن دروغ که نگفتم والله دروغ گفتم من خودم آدم شناسم باید کن ببینم بسم الله الرحمن الرحیم نهار برای چی اینجا آمدی؟ چه شده؟ چقدر زیبا شدی؟ دخترم و طاهره اینطوری کرد چایی مامانه شدم؟ مثل عروسا شدی؟ نهاره تو خوردی؟ آره سیر که نشدی؟ چرا؟ یعنی اصلا هیچی جا نداری؟ حالا خیال کنی کم جا دارم چطور مگه؟ اصلا یادت رفته قرارمون چی بودا؟ هی هر شب میای خونه میگی دیر شده خودم وقت ناهاری تو مدم که دیگه بهونه نیاری بریم چشمای خانم از لباس بپوشم آماده بشین؟ خب
خوبه؟ آقا شما چرا عقل کردی؟ بخند. آها مرسی. خب نشد یه دور دیگه بعد بگیر. حاضر باشین؟ حاضر؟ رفتم. اینجوری ها شده دیگه، وقت ناهاری و دو ساعت جیمپنگ و دده. شرمنده هم یک کاری برم میشم. حسینی میخواییم بگم بقیه زمستان هم میخواییم تمام وقت کار کنیم. تو که گفتی سر ما دانشگاه شروع میشه. حالا فعلا که میتونیم بیام. حالا باست ببینم چی کار میتونم برم. آقا حسینی، آقا حسینی اومدن. خودم ماشینشون دیدم سر کوچه. درزت عباس داست میگم. تو باز چی میری؟ شورش در آوردن هر روز هر روز. بعد پدر مادرش لعنت از فردا صبح بذارم یه کارگر بدون کار پاشه بذاره اینجا. خسته شدم دیگه. جوجه تو کارت داری که رفتی بالا بپایین ببینم بپایین اگه یک کارگر ایرون بابا باشه خریدار میرو بکنم ما از ساختونش بیرون نمیریم و خدا نمیتونیم کسی بکنم شهرش انداز استاید و مدلش هم بگو استاد بفرستم بدم که حوصله نداری حوصله مامور و مامور بازی دیگه نداریم بپایین برو بالا کارت داشته باشید بدون کارت داشته باشید بدون کارت از سر ساختون بیرون کنیم اینم کتابا و وسایل خودت است که نبرده بود. اینم برای کادوی عروسی تن گرفته بود. خودم بخواستم بیایم دیدن تن. قابل نداره. دست شما درد نکنه. خواهش میکنم. آقا بیرون خون چی گپاست دیگه؟ هنوز کارگاه مشغول هستی؟ راستش برای همه اینجا آمد. از کار قبلیم جوا هم کردم. گفتم اگه شبه یک کاری کنی روزا که میری دانشگاه من بیایم جای تو کار کنم. مهندس قبول نمیکنه کس برش غیر قانونی کار کنه. پاسپورت دانشجویی مرا پیش خودش نگه داشته که اگر تمدید نشود جواب میکنه. باز اگر کارتت بوده که شانس داشتی. ولی حالا میفهمم قبول نمیکنه. ما برای یک کارت اقامتی همه بدبختی میکشیم. نپامیدیم تو چه رقمی کارت دانشجویی تی قرارات از دست دادی. کارگاه نجیب هنوزم سر پاس. خبر دارین کارگاه میگیره یا نه؟ نه او خیلی وقت جمع که درفته. راستی سر جای حسین هم میتونه بره کار کنه. چند وقت است که سر کار نرفته. گرفتنش؟ نه. مریض شده. کارد مرداری به درد ایران نمیخوره. باید به فکر کار دیگه ای باشه. چای تو بخو یخ نشه. فکر کردی عواشه که حرف بزنی من نمیفهمم. خودم فهمیدم داشتین راجع به کارت دانشجو و اقامت و اینا حرف میزنی. راستشو بگو چرا دیگه نمیری کارگاه؟ با تو هم چرا جوابمو نمیدی؟ این که میدونم یه چیزی هست. جان ماهی بگو کارتتو چی کار کردی؟ کارتمو گرفتم. گرفتم؟ کی گرفت؟ مجبور بودم شهریه‌ام پس بگیرم. مرخصی تحصیلی هم دیگه برام نمیدادن. برای همین کارتم هم گرفتن دیگه. یعنی چی؟ شهریه‌تو چرا پس گرفتی؟ بعد میدادمش پول پیش خانه. پول دانشگاه تو دادی به دخترم طاهره؟ اگه دیوونه ای؟ هر جای دیگه هم که خانه میگرفتیم بعد پول پیش میدادیم. چرا به من نگفتی؟ چه میگفتم؟ یعنی واقعا دیگه نمیتونی بری دانشگاه؟ خاک تو سر من کنن که اینجوری تو رو بدبخت کرد. دفعه آخرت باشه این حرف رو میزنی. چه فکر کردی؟ فکر کردی من کیم مایی؟ منم آدمم. اگر فقط تو خواستی اینطوری زندگی کنی
بس من چی کاره بودم؟ تو کار خودتو کردی، از اینجا به بعدش دیگه پای منه، منم که باید این زندگی رو نگه دارم. فهمیدی؟ بریم. خدا خوانی خدا زخم زخم کردی خفه شدو یه اگه افتاب خلکنی عادت میکنی بخیده میاد به سرکار تو هم بیا سرکار میای مالی هم توسی ندارم نه بیزه نشد همین سر دارم این بکنم خانم رنگه چرا پریده؟ نه چیزی نیست بیا سرتا بالا کن ببینم چی میدونی رویت باز کن من گفتم دیگه چی بگم دخترم طاهره بردم در مونگا اونجا بهم گفتم خودم هم یه چیزایی فهمیده بودم خانم دکتره گفت الان قد یه هسته سیبه دستت چرا انقدر سرده؟ نمیدونم پشو کجا؟ وای نستم اتوبوس بیا؟ نه میخواد تاکسی برات میگیرم خب مامان جون تو این اوضاع از بیکاری که بهتره تازه راشم خیلی نزدیکه زود میرسه خونه بابا چی رو کم بیاری؟ دوتا آدمیم خرجی نداریم که اگه این که بشیم سه نفر نه همین جوری گفتم باشه حواسم هست میگم کاش عید همه تون بیاین تهران حالا حالش چطوره هنوز هم نمیخواد با هم حرف بزنه حالا شما گوشی رو بهش بده تو رو خدا ماما بگی دم گوشش گوشی رو الو بابا بابا جونم با هم حرف نمیزنی به خدا خیلی دلم براتون تنگ شده یه کلمه بابا یه کلمه بگو خوابم نمیبرم بی خود فکر و خیال نکن شب سال نویش رو بر نداره خدا بزرگه بچه هم که بیاد روزیشو با خودش میاره برو بگی بخواب پسر برو دادم خودم میگم تمیز بکنم برو تو اینو بگی وای دست درد نکنه حالا من یه چیزی گفتم نمیشه اینا من وست نمیشه اذیت نکن دفعه پیش که میشدم دست نزن کمه مال موقع فیلم دیدن شد حیران بیا بیا شو
نه نه خوربون بشم آخه من میشه آدم انقدی باشم چه بیسم خوربون ببین مطمئنی دختری که حالا نمایشو گذاشتی؟ آخه تو که هیچی نمیگی سلام سلام ببخشی میشه رو فهم ویدیو اونو بدی آخه در رزام سردازی اومده یه فیلم اکشن جکیجا رو مورده بخواهی بریم پندی گرفت بله امیر بله یه نم ببر برای فیلم بوده دوتا دستتون برم پس چه برات میگم کدام پاسپورت ویزم یک ماه باطل شده باید برم بیرون از تهران کار کنم دارم مریض میشم ترسم ماهیرم بگیرم آه به سلامتی همین روزا حالی در شفاخانه آوردنش سلامت باشی باشه مرم اخو میگه برو کاشان چرا خواهی میتونه ماهی رو تنها بذارم برم کارت ترددتو ببینم کارت هم؟ کارتت دست زنم هست زنت کو... کجا؟ بایسا! کجا داری بیری؟ چی شد؟ بایسا! بایسا بگیم! نه ترس! نه ترس! نه نه! چی نیست مادر؟ هیچی نیست! هیچی نیست آخدر! تو مرغداری که آدم اینجوری نمیشه نمیدارم آقای دکتر وقتایی که فضولات جمع میکنم اینطوری میشم احتمالا حساسیت داری رعایت هم که نمیکنی در هر حال باید کارتو عوض کن در این اوضاع همین کارم غنیمت است تولد عفونی شده برات پماد مینویسم هر شب باید دوی تولد رو قیچی کنی پماد بمالی تا خوش بشه چش هفته بعدم بیا ببینم نمیرم الهی خیلی درد داره اگه دستتو نبودم مایی اگر مجبور شویم از اینجا بریم چی؟ حتی یک مدت بری پیش مادرت اینا تا هم بتونم یک جای دورتر کار پیدا کنم یعنی تو بری یه شهر دیگه؟ شاید هم افغانستان حیران تشکر برو تو دخترم سرما میخوره من چی؟ از زود بیا ها باید بریم دکتر باشی برو تو برو تو جان ماهی خیلی مواظب خودت باش ماهی خانم من که این رقمی نمیتونم نفس بکشم چی کار کنم دارم میمیرم به خودت دلشوره
عکس دخترمو ندادی یا؟ بیا گمش نکنی، همه چیش به خودت رفت. حیران اون چیزایی که گفتی یه شهر دیگه و افغانستان و حالا من یک چیزی گفتم. برو داخل سرما میخور. میرم. برو داخل. پناهگاه، توجه، صبر، صبور. اونا نشسته است، نخو بکه میشونم. بس بده من دفتر تو. فقط چهار خط خانم گفتی یه صفحه بنویسی. اشکال نداره، چهارشنبه روز بعد دیکته میگم. اینا مامان دستش درد نکنه. سلام برسون. چش تمرین ریاضی تو حل کنی ها. وایسا فریناز شو. وایسا ما شو. نوبت مادره. نریزی ها. نیفتی ها. دخترم اون جان بیا. ای بابا ببخشید شد. حالا چه عجله یه مادر جون؟ نه هرچی بده امون سباکتر باشه خیالم راحت تره. دست درد واسه قرض الحسنم رفتم برات ورقه پر کردم، ایشالله تا آخر ماه پولتو میگیرم بهت میدم. والا واسه صد کاش غریبه میرم زامه میشم. تو که دیگه جای خود دیر کرده کار داشته لابد مادر مونده کار دیگه برمونه تو برم من. یه دلم یه طوری شد. والا این بچه پسره، بی خود میگن این دکتر مکترا دختره دختره، از لنگ و لغتاش معلومه که پسره. شور افتاد. بی خود دلت شور میزنه مادر جون. من دل شوره نداره. بگی بشین اینجا، بشین اینجا، یه خط به صلوات نداره آروم میگیره خود باری کلا. بی خودی دلم شور میزنه چی؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد. آروم باش. ماهی کجا میره مادر؟ بذار منم باهات بیام. ماهی از دیروز صبح که رفته هنوز بر نگشته. گفتم حتما شما ازش خبر داری. من؟ نه آخه حرف یه کاری بود تو کاشان، قرار بود آقا عطا براش پیدا کنه. گفتم نمیشه که بی خبر بره. افغانی همینه دیگه، پایش روی زمین خدا صفت نیست. اگه خبر ازش نشد به اداره اتبام یک سر بزنیم. اونجا چرا؟ به هر حال بدک نیست، از اونجا یک پرسجوی بخوریم. حالا اونجا هم میرم، شما آدرس آقایت ها رو بدین. هر جور سلام میدین. سب کن براتون نوشته کنم.
شدی تو؟ بیداد بیداد سرتختر از تو من دختر ندیدم خدا. چی شد حالا؟ عموه داره میمیره بیچاره از نگرانی. دخترم چی کار میکردم آخه؟ من برم برای توی گلگاب زبون دم کنم. بیداد بیداد سلام بابا بزرگ. سلام زهر انا. همین آخر اوقات میخواستی؟ زنده بیوه با یه بچه تو شکم ولید کنی بره؟ بلم نکرده. اگه بلد کرده پچه تو اینجوری سفیر سرگرمونو بدون شدی تو؟ شاید گرفته باشنش. دیگه بهتر، دیگه بهتر. پس برای دستی بچه بی بابا رو بگی دور شهر بگرد. ای بابا تو اون هر جفتکی خواستیم انداختی، خیال کردی لیلی لیلی عروسی و تموم. ما میگفتیم باز پسر خیر سرش دانشجوه یا آینده‌ای داره، میاد میره دنبال یه کاری چیزی، فلنگ و بستر. آخه چهار روز دیگه که این بچه طفل معصوم عروس شد، ازت پرسید که بابا من کیم؟ من کیم؟ ایرونیم؟ افغانیم؟ تو چی داری بهش بگی؟ ای خاک بر سر من کنن که با این بابای در به در افغانش که سجلم بهش نمیدم. میدونی یعنی چی؟ یعنی قوز بالا قوز. یعنی بابا نداره؟ سجل نداره؟ یعنی دیگه هیچ، اصلا یعنی انگار نیست، انگار وجود نداره، نه مدرسه ای، نه آینده ای، نه چیزی. ده اگه بابا و ننت دارن میزدن بود خاطر همین هاست. آقا جون تو رو خدا برو بیرون. چی شد؟ کار تو این شهر باید یه قطره بارون بباره تا همه تنهایی آدم رو ببینن، یاد مهربونیاشون بیافتن، بفهمن چجوریه که کسی میتونه یه تیکه از جونش بغل دیگرون امانت بذاره بره دنبال اون یکی تیکش. از کجاست؟ ممکن اسم واقعیش رو به شما نگفته باشه. چرا آقا تو پاسپورتش هم همین بود؟ اگر اینطوری مراجعه کنید اردوگاه عسکرآباد برامی ممکنه بتونم کمک کنم. عسکرآباد؟ دست درد نکنه. بابا بزرگ پیداش کردم. میگم بردنش اردوگاه عسکرآباد. چی شده؟ مهمون داره. ایران؟ بابا جان. بالا یه چایی بخوری تازه دم ها. ای بابا نه دیگه نرسیدم برای اونجا که
میرم پی کارگران ها. نه بابا دیروز هرچی جز زدم التماس کردم بدشون نکردم. اصلا کار زندگی موندیم به جانت. چهار روزه دارم توی خط میرم و میام هیچی به هیچی. عمو جان شما دنبال کیت میگردی؟ ایستا گاوه دیشب دو سو پدرمون در آورده. بله عرض کردم شما دنبال کیت میگردی. دامادم قربانم دادا. جنجال میکنی؟ کجایی هستنی؟ چالوسی هستمه. خسته نبویی؟ سلامت بویی؟ جان تو بچه بلبونم دارم. که نگردارنی؟ چه دنبال گردمه؟ هر کی نه اینجا یا شیه کار دارنه یا بچه رو کار دارنه ندو میام ما. زیده گردمه. زیده گردی؟ زیده گردمه. بول نینی؟ زیده گردمه. بردنو میدم چی کنی؟ بردنو بردنو ایران عطایی نداری؟ همین یه لیسته؟ بله همین. یه بار دیگه نگاه کن. بگم خانم هم چه اسمی نداری؟ ببرمش. پس من کجا دنبال شوهرم بگردم؟ آبا شاید با یه اسم دیگه تو اعزامیه بوده. شاید هم فرستادنه. کجا؟ مشهد. کجای مشهد؟ اردوگاه سفید سنگ. دمه در گفتم شاید نمیدونم شاید هم مستقیم بردن از خارج. چی بازم کار بفرم. اسم پسر چیه شما؟ کریمی کریمی بینه بابا اونا بریم ببینه شناسایی کنه. اسم این عوض کن. اسم بابا رو که رو بچه نمیزنن که شبون نداره. میخوام تا وقتی که باباشو پیدا نکردم حیران صداش کنم. این طفل معصوم چه گناهی کرده که باباش گذشته رفته؟ باباش نرفته بردنش. باشه هرچی شما بگید. چه رفته باشه چه برده باشنش دیگه تموم شد. دیدی که من تا اینجای کارم با تو برم حتما یه حکمتی درش بوده که اینجوری تموم بشه. موقع که من میزدم تو سر خودم واسه همین روزا بود. به روح مادرم من از اول تا این قصه رو میدونستم. عجله کردی جوونی کردی دیگه باید به فکر خودت باشی به فکر بچهت باشی به فکر ما باشی. ایشالا برمیگردیم شمال بالاخره دیگه من چهار تا آشنا رو که دارم بتونم واسه شناسا هم بگیرم. مشغول درس و مشقت میشی میری دانشگاه زندگیت از این رو به اون رو میشه. گور پدر مردم هم کرده کار خلاف شرع که نکردی که. این بچه رو من به تخم چش خودم نگرش میدارم. مادرت از خداشه بند خدا دخ کرد از دوری تو. محمد مهدیه بگو آقای مکی رفتن نهنوی میلاد رو دادن اوز جفر برای تعمیر پدر سختن. فردا صبح میگم بخور. Thank you.
شب میخوریم. اونجا به شکستنی ها نیفته. خیلی جان این کنار رو بذاری جای تمیز. این اتاق آخرش هم مال خودته. مستأجرم مجبورشم بگیرم با شرط میکنم هر وقت گفتم باشه. بابت پول پیش خونم شرمنده شدم به خدا. داده بودم دست کسی. پسم که بده زودی برات میفرستم. آقا حیرانم ایشالله همین روزا خودش برمیگرده. شما هم دوباره میای سر خونه زندگیتون. حالا ببین اگه نیومدین هر چی خواستی به من بگو. برو قربونت برم. زود بپوش بری. بابا اون سنگینه بذار من بیام. شما هم این ساقو بردارید. امیر یواشون نیفته. نه بابا مواظبم. آخ مای به این بچه رو بگم این چیزای مادر تو یادم برد. امیر اینم ببردم ماشین. چش افغانستان چی سوار شم؟ شب رو که نداره ماشین به مرزم همونجا سوار. دکتر آماده کنیم که معطل نشه. پاسپورت؟ من دارم میرم افغانستان دنبال شوهرم. اینم برگه عقدمونه. گفتم پاسپورت. بیا پایین. کجا؟ گفتم بیا پایین. چرا آخه؟ زود بیا پایین زود. تو خدا مگه من چی کار کردم؟ بیا پایین میگم. من میخوام برم افغانستان دنبال شوهرم. نمیخوام برم بمونم که حرکت. چه حرکت کن؟ وایسا بهت میگم. کجا داری میگی؟ نازارمان پاسپورت نداره. برید اینجا ببینم. چرا کولی بازی در میری دختر؟ اینا باید نزاش من برم. مینیبوس هم رفت. هم شناسنامه دارم هم برگه عقد. دارم میرم افغانستان دنبال شوهرم. اینم آدرس پسرموشه تو هرات. همه اینا که میگی درست. پاسپورتت کو؟ وقت نشد بگیرم. حالا شناسنامه من باشه گرو دستتون. من میرم شوهرام پیدا میکنم برمیگردم. چیه؟ پول بخوام؟
بیای. همینا رو دارم. بگیرینشون ولی بذارین من برم. پاشو دختر چرا پرت و پلا میگی؟ پاشو بهت میگم. نه دیگه. پس چرا نمیذارین برم؟ تو مثل این که حرف حالید نمیشه. اصلا بگو ببینم این چیه بغله؟ معلومه. بچه‌مه. بده من ببینم. اه بچه‌مو چی کار داری؟ بچه‌ته. شناسنامه‌شو بده ببینم. شناسنامه نداره. خب الان این اگه یکی ازت بگیره تو چجوری میخوای ثابت کنی که این بچه تو ها؟ یعنی چی؟ یعنی همین. باباش کیه؟ ننش کیه؟ اسمش هم که تو شناسنامه نیست. اینم که بچه دستکاری کردی دختر. به خدا بچه خودمه. تو انگار یه جو عقل تو سرت نیست. بگی. بیا بشین تو پاسگاه ماشین که اومد بفرستمت بری مشهد. اگه پاسپورت داشتم میذاشتی برم؟ پاسپورت برای خودت بگی. بچه تو میخوای چیکار کنی؟ حسنی اینو ورش دار بیار تو. نمیخوام همینجا میمونم. بیا تو. بیا تو الان آفتاب میفته بچه تو سوز تلف میشه. کی داری لج بکنی توی سر با؟ این غذا رو بخور بعدم یه تو سر بید. میبرن افغانستان؟ بله. آقا حیران حیران عطایی تو هراته. بهش بگین زن و بچهش منتظرن. آقا آقا حیران عطایی میبرن هرات تو هراته. بگین زن و بچهش اومده بودن اینجا. حیران عطایی حیران آقا حیران عطایی تو ها.
گم میشی تو گرد و غبار. من سر قولم موندم، تو هم سر قولت موندی. این دفعه یه جوری برگشتی که برای همیشه با هم بمونی. حالا وقتی بارون میاد بازم رو سر گلدارم سر میکنم، با همون جاکت اناری و همون دستگلی که تو برام آورده بودی. میشینم ترکت، تو رکاب میزنی، رکاب میزنی، رکاب میزنی. من میرم به همون روزای دور.